حملات هدفمند و کوبنده اسرائیل به اطراف جمهوری اسلامی برای محور مقاومت دردناک بوده است. یحیی سنوار، حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و محمد ضعیف و ده‌ها چهره دیگر که هر کدام ستون‌های محور مقاومت به شمار می‌آمدند، همگی کشته شدند. در حالی که حماس و حزب الله بر ادامه مقاومت اصرار دارند، اما از دید بسیاری از تحلیلگران، اسرائیل ستون فقرات محور مقاومت را تا حد زیاد از کار انداخته و قامت راست کردن این محور کار ساده نیست. حالا بحث بر سر این است که سرنوشت محور مقاومت چی می شود؟ اگر محور مقاومت نتواند قامت راست کند، سرنوشت جمهوری اسلامی چی خواهد شد؟ با ما همراه باشید. درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. به دیدگاه خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان، منصور فرهنگ تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل از آمریکا، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی از لندن و امین گونه مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ترکیه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از فرصت شما و اشتراک شما در دیدگاه. جناب آریان، میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. آنچی که بر نشر رسید از جریان کشته شدن یحیی سنوار به عنوان رهبر حماس و در اون وضع که سنوار کشته شد، در حقیقت بیانگر چی وضعیت از آن چی که محور مقاومت از طرف جمهوری اسلامی خوانده میشه است؟ یعنی محور مقاومت در چی وضع و حال و شرایط قرار داره؟ تحلیل شما چی است؟ خب با توجه به اون چی که در غزه اتفاق افتاد و همینطور در لبنان، بیشک محور مقاومت ضعیف شده. یعنی گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی بر روی اینا سرمایه گذاری کرده بود، با توجه به استراتژی به حساب دکترین نظامیش که متکی بود به جنگ نامتقارن، استفاده از گروه های نیابتی، پرهیز به طور کامل از جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل، در واقع نوعی جنگ فرسایشی، برای اینکه از دید جمهوری اسلامی این موفقیت است. اون موفقیت مثل موفقیت زمان جنگ نیست، بسیار ضعیف شده، شکی درش نیست. و حال باید ببینیم که واقعا جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد. آیا استراتژیش رو تغییر خواهد داد و یا اینکه باز هم به همون راه گذشته خودش ادامه خواهد داد؟ درست. اون چه که ما میتونیم حدس بزنیم با توجه به اظهارات خامنه‌ای در نماز جمعه 4 اکتبر در تهران، که گفته بود که مردم فلسطین و همینطور مردم لبنان به هر حال فداکاری کردند، خونهایی ریخته شده، ولی این مردم را مقاومت خواهد کرد و به عکس اینها منسجمتر و قویتر وارد میدان خواهد شد. ظاهر کار نشون میده که نمیخواد تغییری بکنه، ولی باید طرف مقابل رو غیر از جمهوری اسلامی در نظر بگیریم که اسرائیله. به باور من اسرائیل با توجه به این کارهایی رو که تا حالا کرده، موفقیت‌های از نظر نظامی و تاکتیکی به دست آورده، شکی درش نیست، ولی از نظر استراتژیک و اهدافی رو که برای خودش قائل شده بود به هیچ جا نرسیده. درست. همچون گذشته اگر بخواد این کار رو ادامه بده، بسیار خوب، این موفقیت‌ها میتونه روش حساب بکنه، خیلی هم به حساب این رو آفتابی بکنه و به همه نشون بده که چه کارهای محیرالعقولی انجام داده، ولی از نظر استراتژیک به جایی نرسیده. اگه لازم باشه در موردش بحث میکنه. ولی جناب آریان، اگر مشخصا حماس را تحت بررسی قرار بدیم، حماس در چی وضعی است پس از این که تقریبا بیش از یک سال از این جنگ میگذره بین حماس و اسرائیلیا و با کشته شدن سنوار، دقیقاً وضع حماس در چی حالتی است یا چطور تعریف میتونه شود؟
خب بسیار ضعیف شده، برای اینکه تمام اون چرا که اسرائیل در غزه انجام داد لازم نیست که ما تشریحش بکنیم. با توجه به بیش از 40,000 نفر کشته و این قتل عامی رو که در اونجا برپا کرده، به هر حال حماس بسیار ضعیف شده. سنوار خب اینم یه رهبر بوده مثلا حسن نصرالله، حالا یه نفر دیگه جاش میگیره. سیستم کنترل فرماندهیشون از بین رفته، یکانهایی رو که داشتن از بین رفته، اصلا به طور کلی غزه ویران شده از بین رفته، که کلی مسائل برای اسرائیل در آینده به پا خواهد کرد. برای اینکه اونم بحث دیگه است که اسرائیل اصلا میخواد با این غزه ویران شده چه کار بکنه. و در نهایت بعد از یک سال ما میبینیم که اسرائیل به اون اهدافی رو که برای خودش تعیین کرده بود یا دست کم نتانیاهو، به هیچ کدوم از اونها نرسیده. نه حماس به طور کامل از بین رفته که گفته بود که این رو ما از بین خواهیم برد، نه گروگانها آزاد شدند و نه هیچ ضمانتی هست که بتونه به طور کامل یعنی دست و کنترل حماس رو بر روی اداره غزه برداره. ممکنه حماس نتونه این کار بکنه، ولی چه سازمانهایی، چه کشورهایی، حتی به هر حال دولت فلسطین، خودگردان فلسطین، آقا واقعا قبول میکنند که غزه رو اداره بکنند؟ اسرائیل در یک کلام به اهداف خودش تا به حال نرسیده و باید ببینیم که حرکت بعدی اسرائیل واقعا چه خواهد بود. درست، سپاسگزارم جناب آریان شما. ولی جناب فرهمند، آنچنان را که آقای آریان تحلیل داشتن از وضع حماس در غزه، بهتر است که بیایم این جمع از گروه های نیابتی را همچنان در این محور یک ارزیابی از وضع حالشان داشته باشیم. مثلا از حزب الله بپرسیم، واقعا این کمربند را که جمهوری اسلامی ساخته بود، اون گروه های نیابتی که این مجموعه خطاب میشه و یا به اصطلاح جمهوری اسلامی این محور مقاومت، این وضع فراتر از غزه چگونه است؟ این گروه ها در منطقه در چی وضع حاله هستند بعد از این درگیری هایی که صورت گرفته و این رهبران را که از دست دادن؟ در آغاز عرض سلام دارم خدمت آقایان فرهنگ و آریان و درود میفرستم بر همه بینندگان گرامی. ببینید، محور مقاومت ساخته ایران نیست. محور مقاومت اساسا این عنوان زمانی ابدا شد که در اسلو پیمان در واقع صلحی بسته شد و که این کرانه باختری و غزه به عنوان سرزمین های خودگردان فلسطینی تعیین شدند و به نوعی گام اول گذاشته شد برای اینکه در آینده دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. اسرائیل، یاسر عرفات با اسرائیل صلح کرد و در اون زمان گروهی از بخشی از گروه های فلسطینی این پیمان صلح رو قبول نکردند، مانند همین حماس، سازمان جهاد اسلامی، برخی گروه های چپ مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حتی در داخل جنبش فتح انشعابی این پیمان رو قبول نکرد و اینها موسوم شدن به محور ممانعه یا محور مقاومه. یعنی اینها همچنان اعلام کردند که به مقاومت و جنگ با اسرائیل ادامه خواهند داد. این سازش را، در واقع این صلح را، نامش را سازش گذاشتند و گفتند به مبارزشون ادامه میدند مستقل از تشکیلات خودگردان فلسطین و یاسر عرفات، و همین را ادامه دادند. برخی از دولت‌های اسلامی هم همین راه را رفتند، یعنی برخی از دولت‌ها این رو قبول کردند، این پیمان رو، بعضی قبول نکردند، مانند ایران، مانند سوریه، مانند لبنان، مانند تونس، مانند الجزایر، خیلی‌ها این رو قبول نکردند. اما در میان اینها دو دولت شدند پشتیبان، یعنی عملاً پشتیبانی کردند از گروه‌های مقاومت یا ممانعت، یعنی ایران و سوریه. بقیه دولت‌ها ببخشید، اگر با اینها همدلی کردند، اما خب پشتیبانی مالی و تسلیحاتی هم نکردند. و در نتیجه این محور مقاومت به این ترتیب شکل گرفت و به حیات خودش ادامه داد. حالا اگر هم که این جنگ به در غزه به وضعیتی بیانجامه که این گروه‌ها بسیار ضعیف بشن، که همونطور که دیدیم ضعیف هم شدند، ولی این به معنای پایان محور مقاومت نخواهد بود. یعنی این محور همچنان به حیات خودش ادامه خواهد داد، بلکه در میان جامعه فلسطینی، چه در داخل سرزمین‌های فلسطینی و چه در خارج از آن،
پشتیبانی یا در واقع زمینه و پایگاه محور مقاومت حتی افزایش هم خواهد یافت. این جنگ غزه میزان بسیار زیادی کینه و نفرت ایجاد کرده که این کینه و نفرت تاریخی خواهد بود. درست. پس و... من میشه بلی میشه با اونچه که شما گفتین ربطیم مسئله را که امروز صورت گرفت، مثلا حمله پهپادی و مقر بوده باشه بنیامین نتانیاهو، در حالی که چند روز پیش دیده می شد که حزب‌الله به یک نحوه فعالیت نداشت و بعد از اینکه اون عمله پیجرا صورت گرفت و اون مخابره واکی تاکی و تا کشته شدن حسن نصرالله باوری بود که خب حزب‌الله از هم پاشیده. آیا این مسئله رب می گیره با اون؟ البته موضوعی که من داشتم عرض می‌کردم یعنی موضوع جداگانه نیست، به جای اینکه بله یعنی این گروه‌ها به جای اینکه ضعیف شون هر روز قوی‌تر شدن میرن یا فعال‌تر شدن میرن. ببینید ما هنوز ارزیابی دقیقی نداریم از وضعیت تسلیحاتی و توان حزب الله. ما می‌دونیم که حزب الله رهبرانش یکی از نفرات موثر و مهمش رهبرش کشته شدند، ضربات جدی به حزب الله خورده، اما زرادخانه حزب الله تا چند اندازه آسیب دیده این رو ما نمیدونیم. ما میدونیم که حزب الله سلاح‌های استراتژیکی داشته که از اینها استفاده نکرده بوده هنوز، یعنی حملات حزب الله به اسرائیل با پهپاد یا با راکت بوده، اما موشک‌های استراتژیک هم حزب الله داشته یا شاید داشته باشه هنوز که از آنها استفاده نکرده. به روایتی گفته میشه که اسرائیل سکوهای این موشک ها را از بین برده، ولی معلوم نیست آیا همشان را، آیا بعضی از آنها را، آیا این موشک های راه بردی چه تعدادشان همچنان مانده چه تعداد نمونده. من کارشناس جنگ افزار نیستم، اطلاعاتی در این زمینه ندارم، آقای آریان خیلی بهتر احتمالا در این زمینه تحقیق کرده باشند، ولی ما تا ارزیابی دقیقی از توان حزب الله نداشته باشیم نمیدونیم که آیا حزب الله تا الان از این پس چه از دستش بر خواهد آمد. حرکت های حزب الله کرده از جمله همین فرستادن پهپاد به محل سکونت بنیامین نتانیاهو که خب این در واقع یک علامتی از این است که ما همچنان هستیم، همچنان توان داریم برای ادامه، ولی ما باز هم نمیدونیم که این کاری که انجام دادن تا چه اندازه‌ای میتونه حاکی از این باشه که توانی برای حزب الله باقی مانده. سپاسگزار هستم جناب فرهنگ. شما فرهنگ صاحب شما را همچنان خوش آمدید میگم به دیدگاه. جناب فرهنگ، آنچنانی که دیده میشه و آنچنانی که مرور میشه از کارنامه اسرائیل و آنچه که اسرائیل انجام داده در این منطقه، بسی است که این محور مقاومت با اون اهداف را که خودشان تعریف کرده بوده از خود که به نحو مبارزه در برابر اسرائیل بوده و کوتاه کردن دست اسرائیل بوده در این منطقه، آیا اینا موفق هم بودن یا نبودن و حداقل این گام های اینا چی تاثیر گذاشته روی سیاست ها و پالیسی های منطقه؟ حداقل امروز آنچه که از اوضاع منطقه تعریف میکنیم به چی نتیجه ما را میرسونه؟ جناب فرهنگ متشکرم. با سلام به آقایان داریش و فرهمند، ما باید این تقابلی رو که این به اصطلاح جدالی رو که در خاورمیانه بین ایران و محور مقاومت یا حزب الله غیر ذلک با اسرائیل وجود داره به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی مربوط به حقوق مردم فلسطین در تقابل با توسعه طلبی اسرائیل، و دیگری که این یک مسئله حقوقی است، یک مسئله است که مورد تایید از 193 عضو سازمان ملل متحد، 191 کشور به جز اسرائیل و ایران، بقیه طرفداران ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل هستند. و تنها راه اینم که این به اصطلاح امید، این آرزو بتونه واقعیت پیدا بکنه، مذاکره بین طرفین و به طور کلی احترام به مشروعیت طرفینه. در برابر این واقعیت که در اونجا هست که امروز به دست فراموشی سپرده شده، در واقع به حاشیه رفته، تقابل به محور مقاومت با اسرائیل که یک تقابل 100% امنیتی و نظامیه، به این معنا که موجودیت اسرائیل رو زیر سوال میبرن، مشروعیتش رو زیر سوال میبرن و به طور کلی با ایجاد دو کشور مستقل فلسطین مخالفن. در گذشته خیلی جالبه که طرفداران مقاومت و دست راستی های اسرائیل، یعنی همونطور که ما حزب الله داریم یعنی حزب خدا، در اسرائیل هم همونطور که
تامس فریدمن در نیویورک تایمز توضیح داد، در اسرائیل هم یک حزب خدا درست شده، حزب خدای یهودی که مشروعیت طرف مقابل رو زیر سوال میبره و به طور کلی حقوقی برای مردم فلسطین قائل نیست و بعضی هاشون میخوان یه آپارتاید درست بکنن، ادهی هم مثلا که میخوان با فشار بیشتر سعی بکنن که تا اونجا که امکان داره فلسطینی ها از همه این مناطق خارج بشن. این در این تقابل کنونی خیلی جالبه که اسرائیل از نظر نظامی بر ضد محور مقاومت دستاوردهای قابل توجهی داشته، هم دستاوردهای راهبردی به نظر من، هم تاکتیکی. و این کده که هدف اونها در این مبارزات اروتی به صلح رو نمیپذیرن، آتش بس رو نمیپذیرن و هدفشون هم انگیزه های سیاسی داره که انگیزه های سیاست کوتاه مدته که 100% اینا هیچ نوع آتش بسی رو نمیخوان بپذیرن تا موقعی که انتخابات آمریکا پایان به سراب نیفته و بعدن هم این که تا زمانی که این جنگ ادامه داره نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل میتونه به موقعیت خودش ادامه، اینا تاکتیکیه، ولی از نظر راهبردی و استراتژیک اهدافی دارن و اهداف اونها ایجاد به اصطلاح اون چیزی که به اصطلاح به انگلیسی بخوایم بهش بگیم، به اصطلاح میگن the de facto buffer zone و یا مناطق حائل، به این معنا که هم در نوار غزه بین نوار غزه و اسرائیل یک نواری ایجاد بکنن که 20 کیلومتر 10 کیلومتر بستگی به در کجا داره که اون رو بتونن در واقع مناطق حائلی باشه که فلسطینی ها نتونن، فلسطینی هایی که در تقابل با جنگ و محور مقاومت هستن استفاده بکنن و همینطور در لبنان که اونم حدود 30 کیلومتر بتونن در شمال اسرائیل و یا در جنوب یه منطقه حائل درست میکنن. بله. که این منطقه حائل هیچ به اصطلاح مشروعیت حقوقی نداره اما به اصطلاح دوفکتو و این کار رو به نظر من هدف نهایی استراتژیک اسرائیل دقیق و این از دو جهت میتونه به اسرائیلیا کمک بکنه، یکی اینکه نیروهای حزب الله و یا نیروهای حماس در این مناطق نمیتونن فعالیت ها و تشکیلات نظامی داشته باشن و دوم اینکه از این راه ها خصوصا وقتی نوار به مرز بین مصر و نوار غزه رو کنترل بکنن در اونجا هم میخوان یک به اصطلاح منطقه حائلی نوار حائلی درست بکنن، در اونجا دستیابی حماس به اسلحه بسیار بسیار محدود میشه و این خیلی جالبه که بین نتانیاهو و نهضت مقاومت من خامنه ای و نتانیاهو رو میگم intimate enemies، دوست دشمنانی هستن که با هم به هم کمک میکنن، به هم یاری رسان یکدیگرن، چون هر دوشون خیلی جالبه که نتانیاهو در مجلس نمایندگان اسرائیل در کنست سخنرانی کرد در دفاع از در کمک‌های نظامی به حماس. چرا؟ برای اینکه برنامه دست راستی‌های اسرائیل، حزب خدا در اسرائیل این بود که بین فلسطینی‌ها تفرقه بندازن، اتمایزشون بکنن، تکه پارهشون بکنن، اختلاف بندازن که در واقع یک نهضت مردم فلسطین برای دفاع از حقوق انسانی اونها وجود نداشته باشه. ولی جناب فرهنگ، حداقل شرایط منطقه به خاطر عملی شدن امین استراتژیک شما رو اشاره کردین چقدر مساعد و مناسب است؟ اگر مناسب، اگر از جهت باز بستگی دار، از جهت امنیت اسرائیل در کوتاه مدت 100% به نفع اسرائیل. جمهوری اسلامی توانایی جنگ با اسرائیل نداره. حتی اکثر کاری که به جمهوری اسلامی بتونه بکنه اینه که در منطقه خلیج فارس بحران درست بکنه، بحران درست بکنه و به طور کلی در عبور حدود 25-30% از نفت نیاز مورد نیاز دنیا از خلیج فارس عبور میکنه و تنگه هرمز که به صدا باریکترین بخش ارتباط بین خلیج فارس و دریا هست نیمیش رو ایران کنترل میکنه و در اونجا به حداقل برای کوتاه مدت ایران میتونه مشکلات و بحرانهای ایجاد بکنه از نظر اقتصادی هم برای اروپا و هم برای کشورهای عربی منطقه، خصوصا در زمانی که به خاطر تجاوز روسیه به اوکراین
سعی داره میشه که به اصطلاح فروش نفت روسیه رو، به اصطلاح صدور نفت روسیه رو بخوان به کشورهای اروپایی. از این جهت میتونه توانایی ایران برای بحران سازی در کوتاه مدت وجود داره ده. ولی این بحران سازی بر مبنای خرافات و اوهام است که کوچکترین کمکی به حقوق مردم فلسطین نمیکنه و 100% بر ضد رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. بنابراین من بین نتانیاهو و آیت الله خامنه ای در intimate enemies به این معنی که کسانی هستن که به همدیگه در راه‌های مختلف دارن کمک میکنن بر ضد مردم خودشون و بر ضد حقوق مردم فلسطین. سپاسگزار هستم جناب فرهنگ شما. ولی آریان صاحب، در طرف دیگه این محور مقاومت به نحوی نمیشه داستانش خیلی کوتاه بسازیم. در شرایط موجود جناب آریان، به نظر شما آیا انگیزه برای دوباره قوی شدن در نزد این محور وجود داره یا خیر، یا ضربا تخیر به نفع اینا رو ناامید ساخته؟ چگونه میبینین؟ تنها راه این که بله فرهنگ صاحب، با پوزش این پرسش متوجه آقای آریان بود. خواهش میکنم، ببخشید. دو چند کلمه در ارتباط با اون چه که جناب فرهنگ گفتن بگم. یکی این منطقه حائل است از نظر نظامی و در عمل. اگر اسرائیل به دنبال منطقه حائله که فکر نمی کنم باشه، به ویژه در لبنان، واقعا این نادرسته، برای اینکه هیچ تأثیری بر روی امنیت اسرائیل نخواهد گذاشت. اولا اسرائیل با رفتن به داخل لبنان قطعنامه 1701 رو زیر پا بود، کما اینکه قبل از رفتن به لبنان همه میگفتن که بیایم این قطعنامه رو که در اوت 2006 تصویب شده بود اینو به کار بندازیم که حزب الله بره پشت رودخانه لیتانی. حالا فرض بکنیم که اسرائیل با این کارهایی رو که در لبنان انجام میده تمام لبنانی ها و تمام حزب الله رو ببره پشت رودخانه لیتانی، یک منطقه حامل حائل 20 کیلومتری درست بکنه، هیچ تأثیری نداره. این هم سرباز اسرائیلی هم باید بدونه. چرا؟ برای اینکه حزب الله موشک‌هایی داره و پهپادهایی داره و به طور کلی راکت‌های دوربرد داره که به مراتب از 20 کیلومتر بردش بیشتره. یعنی از اون پشت این خط حائل یا به قول خودشون رودخانه لیتانی دوباره میتونه همین کار رو انجام بده. ممکنه شدتش کم باشه، ولی اگر بخواد حتی روزی یه دونه هر هفته 4 تا از اینا رو پرتاب بکنه، مسئله اسرائیل حل نمیشه. نمیتونه نفرات و اون 50,000-60,000 نفر اسرائیل رو برگردونه به شمال اسرائیل، یعنی امنیت تامین نمیشه. این یه بخششه. بخش دیگرش خیلی سریع میگم در ارتباط با اون راه حل دو کشوری، من از دید نظامی دارم نگاه میکنم. راه حل دو کشوری راه بسیار خوبه و راه بسیار مناسبی است برای حل مسئله که اصلا اگر این عملی بشه جمهوری اسلامی و سیاست خارجی ایران ویران کنش اصلا مزمحل میشه، هیچ کاری نداره. ولی عملی نیست. خیلی سریع میگم، یک، به ویژه این دولتی رو که الان سر کار هست، این راستگرای افراطی است، برخی از وزراش فاشیستن، باید گفت. اسموتریچ و بنگویر و اینا اصلا به افکارشون نگاه بکنید، به حرفاشون رو ببینید که اینا اصلا چجوری فکر میکنن اصلا در مورد فلسطینیا. بنابراین این یک بخش مسئله است که اصلا اجازه میدید. نتانیاهو هم که نمیخواد این رو. مسئله دیگر در خود اسرائیل از نظر نظامی فرهنگ استراتژیک اسرائیل است که شباهت بسیار زیادی به آمریکا داره. یعنی چی؟ یعنی دست بردن روی ماشه و استفاده از زور برای راه حل هر گونه مسائل. یعنی دیپلماسی درجه دوم هست. قلدری، زورگویی، از بین بردن دشمن، کوبیدنش، تسلیم کردنش، وادار کردنش. بله. این راه حل اسرائیل از 1948 که این کشور رو در فلسطین کاشتن بوده و الان هم هست. درست. به باور من برای مدت‌های مدیدی کماکان هم در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید. و انگشت به هر حال سربازان اسرائیلی بایستی همیشه روی ماشه باشه. بله. که دالا جناب آریان وقتی که چون یه بخش دیگه بله. اجازه بدید اینم بگم، خواهش میکنم، تنها کشوری که میتونه راه حل دو کشوری رو بقبولانه به اسرائیل در سطح بین الملل آمریکاست.
آمریکا یک فرهنگ استراتژی اجازه نمیده، دو دولت‌های آمریکایی از هر حزبی که باشن نمیخوان، سه لابی آمریکایی‌ها، لابی اسرائیلی‌ها به هیچ وجه اجازه نمیده. بنابراین یک مسئله لاینحلی ما بایش در حال حاضر مواجه هستیم. درست. پس جناب آریان، فکر نمی‌کنین که خود همین مسئله را که شما تحلیل کردین در حقیقت یک انگیزه میشه به خاطر بازقوی شدن دوباره این محور مقاومت در منطقه؟ امکانش هست. بستگی داره که این حمله ای رو که الان اسرائیل بخواد انجام بده و ممکنه ادامه داشته باشه، ممکنه در چند مرحله باشه، چگونه حمله ای باشه، در چه سطحی باشه که ما نمیدونیم، بعد از این میشه یه تحلیل بهتری واقعا ارائه کرد. ولی در یک نگاه کلی بیشک جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد، یعنی این به اون معنا نیست که موفق خواهد شد، حتما سعی خواهد کرد که دوباره این گروه های نیابتی رو تقویت بکنه. این گروه های نیابتی به رغم این که تمام واقعا ضعیف شدن، مثلا حزب الله سطح فرماندهیش از بین رفت، به هر حال کسای دیگر سرجاش گذاشتن، اون انبارهای مهماتش بسیاری از اینا از بین رفت و به طور کلی فرماندهی و کنترلش دچار اختلال شد، دوباره در کوتاه مدت ممکنه که نتونن خودشونو بازسازی بکنن، ترمیم بکنن، سازماندهی بکنن، جمع جور بکنن. ولی در میان مدت اگه وضع به همین صورت ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی به شدت صدمه نبینه و نخواد اون استراتژی خودشو در منطقه قدری تعدیل بکنه که شک دارم، به هر حال امکانش وجود داره که اینا دوباره وارد میدان بشن. درست. سپاسگزار هستم به جناب آریان شما. ولی فرهمند صاحب، به نظر شما موضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود یا چی خواهد شد؟ به این مفهوم که آیا جمهوری اسلامی هنوزم میخواهد که دوباره اینمی محور شکل بگیره و مثل گذشته به اصطلاح قوی باشه؟ آیا این ظرفیت وجود داره؟ در جمهوری اسلامی همچنان این عزم دیده میشه که بخواد این محور زنده باشه و حیات خودش ادامه بده و قوی بشه. ولی مشکلی که الان بهش برخورده اینه که در اداره این محور مقاومت نتونسته درست عمل بکنه، به دست به خطاهایی زده، خطاهایی اساساً سیاسی که پیامدهای میدانی براش داشته و باعث شده که بخش مهمی از توان خودش رو در این محور مقاومت از دست بده. الان در پس ذهن سیاستگزاران ایرانی هستش که دوباره این محور بازسازی بشه، ولی در وهله کنونی اول میخوان این خطر رو از سر رد بکنند. آنچه الان ایران دنبالشه این هستش که در موقعیت کنونی خطر اسرائیل، خطر این که اسرائیل به ایران حمله ای بکنه که این حمله باعث شعله ور شدن آتش جنگ بشه، چنین حمله صورت نگیره، اگر که حمله صورت میگیره خسارت آنچنانی به ایران نزنه که نه ایران بخواد پاسخگو بشه و نه اینکه بخواد ضربه جدی ببینه، در واقع میخواد این مرحله رو رد بکنه. برخلاف اسرائیلی ها که دنبال، یا به طور مشخص آقای نتانیاهو که دنبال یک راه حل فراگیر و بلند مدته، ایران الان دنبال یک وقفه کوتاه مدته که بتونه توان خودش رو دو مرتبه بازیابی بکنه. و از همین رو هم میبینیم که آقای عراقچی وزیر خارجه ایران الان داره پایتخت به پایتخت داره میره و دنبال میانجی و دنبال کمک میگرده برای اینکه یک جوری اسرائیل رو به قول ما از خر شیطان پیاده بکند. ولی حتما اون سیاست محور مقاومت رو در دوست داره که ادامه بده. به هر حال این بازویی است که ایران برای خودش درست کرد. شاید از میان سیاست‌های جمهوری اسلامی اگه بخوایم اشاره کنیم که کدوم سیاست خارجی چه جاهای موفق عمل کرده، ایجاد این گروه‌های همپیمان بوده که حالا شما بهش میگید نیروهای نیابتی. اینها ایجاد اینها یک کار در واقع موفقیتی بود برای سیاست خارجی و روش درستی بود، اما اداره اینها بود که جمهوری اسلامی درش مشکل داشت. اینکه به جای اینکه اونها رو خرج خودش بکنه، خودش رو خرج اونها کرد. اینها قرار بود سپر بلا باشن، حالا اون دیگه سپر بلا نیستن، بلکه خود ایران هم ناچار شده که از خودش مایه بذاره برای اینها. این نشون دهنده سوء مدیریت این محور مقاومته. درست. ولی من در خود این محور مقاومت ظرفیت چگونه است برای که دوباره اینا جمع شوند یا قوت بگیرند؟
من در آغاز سخنرانم اشاره کردم که این محور مقاومت پایگاه اجتماعیش میان فلسطینیان و دیگر مردم منطقه نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت هم شده. همین جنگ غزه باعث رادیکال شدن فضای کلی خاورمیانه خواهد شد. در میان فلسطینیان شما نگاه بکنید که در غزه بیش از 40,000 نفر کشته شدند ولی جمعیت اونجا بیش از 2 میلیونه. این 40,000 نفر خیشاوند و دوستانی دارند و اون 2 میلیون نفر باقی مانده آنچنان وجودشان سرشار از کینه و نفرت شده که اینها برای اسرائیل هر کدام مانند یک بمب ساعتی عمل خواهند کرد و همینطور در بقیه میان بقیه فلسطینیان در کرانه باختری در بیرون از سرزمین های فلسطینی. مهم نیست که اونها بشینن و تحلیل کنن که این تقصیر حماس بود، تقصیر یحیی سنوار بود، اون بود که اول این جنگ رو شروع کرد و این بلا رو به جان غزه‌ای ها خرید و اینجور شد. ایناش در آینده در طول تاریخ مسئله این که کی شروع کرد و تقصیر کی بود نخواهد بود. مسئله اینه که چه اتفاقی افتاد و اتفاقی که افتاده این استش که یک فاجعه بشری رخ داده و یک ملتی خونخواه اینها خواهند شد و اساساً اگر که گروه‌های رادیکالی مانند حماس جهاد اسلام به شکل گرفتن اینها بر خونخواهی پدرانشان که در عرض این 70 چند سال کشته شده بودن، خانمانشون رو از دست داده بودن، آواره شده بودن، بر در واقع بر این کینه و نفرت که انباشته شده بود باعث شکل این ها شد. همین کینه و نفرت همچنان ادامه خواهد داشت و این محور مقاومت رو تربیت خواهد کرد. پس خیلی کوتاه با کشته شدن سنوار به نظر شما آیا یمر سبب کاهش جنگ و درگیری ها خواهد شد یا که برعکس سبب افزایش و گسترش این درگیری ها خواهد شد؟ ببینید درگیری در غزه به هر حال ما یک حماسی داریم که توان مشخصی داره، توان محدودی داره و سرنوشت محتومی رو باهاش روبروست و از بیرون که نمیشه به حماس کمک رسانی کرد. در نتیجه اینها تا زمانی که توان داشته باشن ادامه میدن و یک روزی نفراتشون و توان تسلیحاتشون به پایان میرسه و دیگه امکان ادامه نخواهند داشت مگر اینکه اتفاق سیاسی بیفته و وقفه ایجاد کنه جلوی ادامه جنگ رو بگیره. اما اگر بخواد که همچنان به شکل نظامی اسرائیل در غزه عملیات رو ادامه بده با بار آمدن هر چقدر تلفات انسانی سرانجام یک روزی دیگه از در واقع توان حماس به پایان خواهد رسید در غزه. این سرنوشت محتومه. سپاسگزار هستم جناب فرهمند. ولی فرهنگ صاحب با توجه به آنچه که تا اینجا بس کرده ایم چند مسئله میمانه. خب در حالی که تادی اروپا به نحو اگر غرب بگویم تاکیدشانی بوده که خب کشته شدن سنوار یک فرصت است به خاطر آتش بس یا رسیدن به آتش بس یا به نحو تسریع روند مذاکره و گفتگو، ولی نتانیاهو میگه که خب سنوار کشته شده اما جنگ پایان نیافته. دورنما چگونه باید دیده شوه؟ این پیام نتانیاهو به چی معنی است؟ در حالی که پیشتر جناب آریان از لحاظ نظامی تشریح کرد که در این منطقه چی جریان داره و چی میگذره. ببینید بستگی، اگر نتانیاهو در رابطه با منافع سیاسی خودش تا زمانی که این جنگ ادامه داره او میتونه در قدرت بمونه و به طور کلی حزب به اصطلاح باز نقل قول بکنم از تاماس فریدمن حزب خدای اسرائیل که همطور که دوست ارجمن میگفتن تمایلات فاشیستی درش بسیار قویه، تا زمانی که موجودیت اسرائیل زیر سوال میره این گروه هم در اونجا قوی میشن. توجه داشته باشیم که مردم اسرائیل یک خاطره ای که از زندگی خودشون و نیاکان خودشون دارن 2000 سال مورد تبعیض قرار گرفتن، اخراج شدن از تمام کشورهای اروپایی و هولوکاسته. و بنابراین وقتی حماس یا جمهوری اسلامی یا حزب الله میان میگن اسرائیل سرطانه و باید نابود بشه، این بهترین خدمت به همین عناصر دست راستیه. چرا؟ برای اینکه مسئله امنیت رو در اون کشور بهش اولویت میده و وقتی مسئله امنیت رو به کشوری که یه همچین سابقه تاریخی داره اولویت میده، دست راستی ها قدرت رو به دست میگیرن. یعنی آیا ما اگه تجزیه تحلیل هایی که وجود داره چه در تهران چه در حزب الله چه در حماس از این دوستان آقایان باید سوال کرد هدف شما چیه؟ این هدف چه ارتباطی با واقعیات داره؟ از اگر از رهبران جمهوری اسلامی بپرسیم یا حزب الله بپرسیم، اینا تئوریشون اینه که به طور کلی they imagine the past and remember the future، به گذشته رو برمیگردن به 1400 سال قبل، افسانه ها و اوهامی ازش درست میکنن که در واقع ایدئولوژی کن و در رابطه با آینده هم همه چی رو میدونن.
بنابراین اینا ارتباطی با حقوق و ظلمی که به مردم فلسطین در اونجا شده توجهی ندارن. در واقع به همین دلیل حداقل جناب فرهنگ، حداقل با کشته شدن سنوار فکر نمی‌کنید که امی توجیه دوام جنگ اسرائیل در غزه به نحوه پایان یافته؟ پایان جنگ همونطور که آقای آرمین صحبت میکردن و دوست ارجمن اینا، موضع اینه که نفرت و غیظ مردم اسرائیل، مردم فلسطین نسبت به دولت کنونی اسرائیل حداقل تشدید شده. نه، این ممکنه که در گذشته به مهمترین نقشی که اینها در آینده میتونن داشته باشن از نظر تجدید قدرت خودشون، دریافت کمک نظامی و اقتصادی از جمهوری اسلامی. هیچ کشور دیگری در دنیا وجود نداشته و نداره که به این دوتا گروه کمک‌های نظامی و اقتصادی مستمر بکنه به جز جمهوری اسلامی. و تنها راهی که جمهوری اسلامی بتونه به این کار ادامه بده پایان تحریم‌های وسیع اقتصادی علیه ایرانه. درست. و دقیقا همون مدتی که در واقع این تحریم‌ها برداشته شد بعد از برجام، ایران تونست درآمد نفتی خودش رو به سطحی بالا ببره که توانایی کمک به این کشورها تونست افزایش پیدا بکنه. سپاس. بنابراین تا زمانی که این تقابل ادامه داره، موضعی که اتحادیه اروپا گرفته، تحریم‌ها علیه ایران تشدید میشه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران توانایی جمهوری اسلامی برای کمک نظامی و اقتصادی به نیروهای نیابتی خودش رو تقلیل میده. سپاس. بنابراین باز هم بر ضد منافع مردم فلسطین ایجاد میشه. نکته دیگری که راجع به صحبت آقای آریان خیلی مهمه در اینجا بگیم، در اسرائیل از آغاز هم نهضت صلح طلبی و نهضت مذاکره و کنار اومدن با مردم فلسطین وجود داشته. بله. این دست راستی های داخلی و دست راستی های خارجی، خصوصا ولایت متحده فقیه بوده که بر ضد این گروه های طرفدار صلح و مذاکره عمل کردن و بهترین خدمت رو به نیروهای دست راستی ضد صلح و استثمارگر ایجاد کردن. اونی که باید توجه بهش داشتیم، محور مقاومت بیشتر بر ضد مردم فلسطین بوده تا بر ضد دولت کنونی. سپاسگزار هستم جناب فرهنگ شما. ولی آریان صاحب، سوال اخیر شما، پس تضعیف محور مقاومت در کلیت اگر ببینیم چی سود داره؟ ای به معنی ختم جنگ است، به معنی دوام جنگ است، و یا مهمتر از همه که دو مسئله رو تا جایی صحبت کردیم، برعکس کشیده شدن جنگ به جمهوری اسلامی و به ایران است؟ خب کشیده شدن جنگ به جمهوری اسلامی، حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا وارد شد بحث دیگری است، ولی هدف همین هست. نتانیاهو همیشه علاقمندی خاصی داشته و حالا با توجه به این وعده صادق دو رو که جمهوری اسلامی انجام داده، به هر حال منتظر ببینیم که چه کار خواهد کرد. اما تمام اینها بستگی داره به اینکه سطح حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، اهدافی رو که برای اونها خواهد رفت چه اهدافی هستند، و به طور کلی عملکرد کلی اسرائیل. یعنی اگر بخواد اسرائیل اونگونی که آمریکا ظاهراً بایدن میخواد، اینی که اگه اسرائیل بره دنبال هدفهای نظامی در داخل ایران، ممکنه، امکان داره که بعد از اون جمهوری اسلامی به هر حال واکنش اونچنانی نشون نده و آیت الله خامنه ای اظهاراتی مبنی بر اینکه به موقع جواب خواهیم داد و نمیدونم این یه عقب نشینی تاکتیکی و اظهارات از این دست مسئله رو نوعی توجیه بکنه. ولی اگر بخواد این نوع حملات ارتقا پیدا بکنه و بره به طرف هدفهای غیر نظامی، اینا هدفهای کانتر ولیو که بسیار مهم هست برای ایران، اگه بخواد بره دنبال پالایشگاه ها، دنبال نیروگاه ها و دنبال پایانه های نفتی و به طور کلی هدف های از این دست، این مسئله رو بسیار بسیار پیچیده میکنه. درست. هم در داخل ایران و هم در سطح منطقه و حتی کشیده میشه به خلیج فارس. کار دیگری رو که اسرائیل میخواد انجام میتونه بده اینی که حمله به مراکز هسته‌ای است که اون هم پیامدهای دیگری داره، و در نهایت از بین بردن و کارهای تروریستی علیه مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی. اسرائیل ممکنه که یکی از اینا رو انتخاب بکنه، ترکیبی از اینا رو انتخاب بکنه، و یا بخواد یکی از اینا رو در ابتدا امتحان بکنه و پشت سر این بره دنبال به حساب حملات دیگری. باید ببینیم که اسرائیل چگونه
عمل خواهد کرد. اگر جنگ در منطقه گسترش پیدا بکنه، اسرائیل دنبال هدفهای غیر نظامی بره، این ما رو یا به یاد جنگ نفکشا در خلیج فارس میندازه و اختلال در تردد آزاد نفت از خلیج فارس و تمام منطقه رو به هم میرسه. و در واقع این استراتژی اخیری رو که جمهوری اسلامی، یعنی سیاستی رو که انتخاب کرده با کشورهای اونور خلیج فارس، جنوب خلیج فارس کنار بیاد، به نوعی تعامل داشته باشه، این رو هم زیر سوال میبره و این به نفع اسرائیل است. سپاسگزارم جناب آریان. ولی فرهمند صاحب، جنبندی بحث با شما در کمتر از دو دقیقه، تا به کجا اسرائیل میتونه این گونه دوام بیاره یا این سیاست را ادامه بده در حالی که منطقه هم اوضاعش بگونی است که شما و مهمانان من او را تحلیل کردید؟ خب اسرائیل توانایی نداره که ادامه بده به همین وضعیت، وقتی که هم توان نظامی داره، از همه کشورهای خاورمیانه برتری داره نسبت بهشون از لحاظ نظامی، و از طرف دیگه هم پاسخگو هم نیست. یعنی هر کشور دیگری در جهان اگر آنچه اسرائیل در غزه کرده بود مرتکب میشد، الان رهبرانش در دادگاه های بین‌المللی گرفته بودند و داشتن محاکمه میشدند. ما در یوگسلاوی دیدیم، در مورد سودان این رو دیدیم، ولی در مورد اسرائیل اتفاق نیفتاده. بنابراین وقتی پاسخگو نیست و وقتی هم که توان داره، همچنان به این روش ادامه خواهد داد تا اطلاع ثانوی. ولی آیا این روش اسرائیل به پیروزی میرسانه یا خیر؟ بستگی داره منظور از پیروزی چه باشه. اگر منظور این هستش که اسرائیل دیگه تبدیل بشه به کشوری که در همسایگیش امن و امان باشه، در داخلش امن و امان باشه، دیگه هیچ خطری از جانب هیچ کس متوجهش نباشه، که الان 75 ساله که چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی همیشه اسرائیل مشکل امنیتی داشته و با این روشی هم که داره مشکل امنیتی خودش را تشدید میکنه، چون این در واقع این رادیکالیسمی که ایجاد میکنه در داخل قلب اسرائیل رشد خواهد کرد، نه در خارج از خاک این کشور. سپاسگزاری میکنم از آقایان فرهنگ، آریان و فرهمند که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید. و از شما بیننده عزیزم سپاسگزارم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتون.